بسم الله الرحمن الرحيم وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمام والله وَاسِعٌ عليم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله ثم الصلاة والسلام على رسول الله و علی ال آل الله و لعن علی اعدائهم اعداء الله خدمت بینندگان عزیز شنوندگان و بینندگان گرامی عرض سلام و احترام دارم امیدوارم این برنامه نیز مورد توجه و عنایت شما عزیزان قرار بگیرد در ادامه بررسی عوامل اختلاف و علل پیدایش مشکلات در خانواده ها یکی از مباحثی که مطرح شد تدلیس و فریبکاری هایی بود که ممکن است بین زن و شوهر و بستگان اونها به وجود بیاید و یکی دیگر هم تخلف از شرایطی که در ضمن عقد ممکن صورت بگیرد در بحث تدلیس و همچنین در بحث تخلف از شرایطی که در ضمن عقد صورت میگیره مطرح شد که برخی از عیب ها و نقص ها سبب می شود که نکاح فسخ بشود و این ازدواج به هم بخورد سؤالی که در این زمینه مطرح است این است که چه عیب هایی سبب فسخ نکاح می شود در این جلسه و جلسه بعد با عیب هایی که سبب می شود در صورت آشکار شدن اون عیب و نقص عقد نکاح به کلی از بین برود آشنا می شویم عیبه هایی که عقد نکاح را فسخ می کند در یک تقسیم بندی کلی بر دو قسم تقسیم می شود برخی از عیبه ها در زن وجود دارد که اگر این نقص ها در زن باشد شوهر میتواند این عقد نکاح را فسخ کند و برخی از ها نیز در شوهر ممکنه باشد که زن میتواند به واسطه این ها عقد را فسخ بکند و این عقد را کل عدم بسازد در ابتدا با عیبهایی که در زنان موجب فسخ عقد نکاه می شود آشنا می شویم یکی از اون ها جنون یا دیوانگی هست که اگر زن دیوانه باشد و شوهر ندانسته یا بر اثر اعتماد به گفته کسی با این زن ازدواج کند بعد از آن آشکار بشود که این زن قبل از عقد دیوانه بوده است در این صورت وقتی شوهر از مجنون بودن و دیوانه بودن زن آگاهی پیدا می کند می تواند عقد را فصل بکند اما اگر دیوانگی بعد از اجرای عقد پیش آمده باشد در این صورت شوهر نمی تواند. این عقد را فسخ کند مسئله در این زمینه این است که در جنون و دیوانگی که سبب فسخ عقد نکاه می شود فرق نمی کند که این دیوانگی همیشگی باشد یا ادواری باشد که گاهی باشد و گاهی نباشد در هر دو صورت می تواند به واسطه چنین دیوانگی عقد نکاه را فسخ کند سوالی که مطرح می شود این است که این دیوانگی در چه حدی وجود داشته باشد تا عقد نکاه فسخ بشود جوابی که بیان داشته است این است که اگر شخص به ای باشد که بسیاری از مسائل رو تشخیص داده نتواند از جمله اوقات نماز رو تشخیص داده نتواند و نفهمد که مثلا موقع نماز صبح کی است موقع نماز ظهر عصر کی هست در یک چنین حالتی که یک همچنین تشخیصی در وجود نداشته باشد به این شخص دیوانه گفته می شود اما مسئله یک در این زمینه مطرح می شود این است که آیا در بعضی موارد اگر کسی به صورت اتفاقی بیهوش می شود یا به مرض سر به معنای تشنج گرفتار می شود آیا چنین حالت های هم سبب فسخ نکاه می شود و یک چنین حالتی هم جزء دیوانگی به حساب می آید یا به حساب نمی آید جواب دادن که این گونه حالات جزء جنونی که موجب فسخ نکاه می شود قرار نداره و شوهر می تواند به خاطر اینکه زنش بیهوش می شود یا حالت تشنج به او دست می دهد عقد نکاه را فسخ کند سوال دیگر این است که زنی به صورت مزمن مبتلا به جنون دائم یا ادواری بوده سابقه هم قبلا داشته اما بعد از آنی که با کسی ازدواج می کند سالها می و این حالت جنون برای او پیش نمی آید. بعد از مدتهای طولانی دوباره به این حالت مبتلا می شود و شوهرش وقتی تحقیق می کند می بیند که ای در زمان گذشته هم از یک چنین حالت جنونی برخوردار بوده و آزمایش های پزشکی هم اون رو تایید میکنه آیا در این صورت که چندین سال زن و شوهر با هم ازدواج کرده زندگی کردن بعد از سالهای زیادی این حالت وقت پیش می آید به واسطه همین حالت شوهر می تواند این عقد را فصل بکند یا نه جواب داده است که سابقه بیماری روانی به تنهایی برای فسخ اخت نکاح کافی نیست با توجه به این که این دو با هم چندین سال زندگی کرده و آثار محسوسی هم در این مدت دیده نشده است نشان میدهد که این زن بهبودی نسبی پیدا کرده است و وجود عوارض غیر یا ضعیف بوده که به تنهایی برای فسخ نکاه کفایت نمی کند سوال دیگر این است که ممکن است در ضمن عقد مثلا زن شرط کرده باشد که از طرف شوهر در صورتی که اتفاقی برای شوهر پیش بیاید وکالت داشته باشد برای طلاق خودش در یک چنین زمانی اگر شوهر به جنون و دیوانگی مبتلا بشود این بحث شرعی پیش میآید که از یک طرف زن وکالت دارد از طرف شوهر خودش که اگر اتفاقی بیفتد خودش را از طرف شوهر طلاق بدهد از طرف دیگر این بحث فقهی مطرح هست که وقتی شخصی موکل به دیوانگی مبتلا می شود وکالت هم که داده او از بین می رود خب این زن برای سوال پیش می آید که آیا اون وکالتی که در ضمن عقد نکاح از طرف شوهر گرفته است بعد از دیوانه شدن شوهرش اون وکالت سر جای خودش باقی است یا نه نمی تواند به خاطر اون وکالت خودش را طلاق بدهد جوابی که داده شده است این است که درست است وکالت به خاطر دیوانه شدن شخص موکل از بین می رود و دیگر اون وکالت اعتبار ندارد اما این زنی که شوهرش دیوانه شده است این دفعه نه به خاطر اون وکالت بلکه به خاطر همین جنون شوهرش می تواند عقد نکاح را فسخ بکند هرچند این دیوانگی بعد از عقد آرش شده باشد خب این عامل اول برای فسخ عقد نکاح هست که دیوانگی بود عامل دومی که به واسطه او می شود عقد نکاح را فسخ کرد مرض برس هست مرضی که یک نوع لکه های سفید روی پوست تولید می شود و اگر چنین بیماری هم در شخصی به وجود بیاید این بیماری نیست می تواند عقد, نکاه را فسخ کند عیب سوم که سبب فسخ نکاح می شود مرض جزام یا مرض خوره هست این بیماری که یک بیماری واگردار هم هست و میکروب آن شبیه میکروب سل هست دو قسم برایش تصور می شود یک قسم اون از قبیل برامدگی های میسی رنگ در روی پوست بدن پیدا می شود که این به تدریج تغییر می کند و تبدیل به زخم و جراحت می شود قسم دیگر بیماری جزام هم عبارت است از لکه های سفید شبیه بیماری برست و بیهسی بعضی از اعضای بدن از قبیل بینی و دست و پا و امثال اینها هم برایش به وجود می آید و این بیماری هم اگر در کسی به وجود بیاید گوش را فاسد می کند و از میان می برد که به اون آکله یا بیماری داول اسد هم گفته می شود خب این نوع بیماری نیز می تواند عقد نکاح را فسخ کند چهارمین عیبی که اگر در یکی از زن و شوهر مخصوصا اگر در زن دیده بشود سبب, سبب فسخ نکاه می شود بیماری کوری هست مراد از کوری و نابینایی این است که زن کاملا نابینا شده باشد از ناحیه دو چشمش بینایی نداشته باشد بنابراین کسی که یک چشمش سالم هست یا کسی که یک مرضی در چشم او پیدا شده است که مثلا تنها در شبها دید نداره و در شبها نمیتواند ببیند یا کسی که بیناییش ضعیف شده میتواند ببیند اما خیلی قوی نمیتواند ببیند یا کسی که آبریزیش از چیشم پیدا کرده است هیچ کدام این بیماری ها سبب فسخ عقد نکاح نمی شود تنها اون بیماری کوری و نابینایی که از ناحیه هر دو چشم صورت گرفته باشد و شخص متوجه بشود که زنش از یک چنین بیماری برخوردار هست می تواند که عقد نکاح را فسخ کند پنجمین عیبی که سبب فسخ عقد نکاح می شود بیماری فلج هست در صورتی که این بیماری هم کاملا آشکار باشد هرچند این فلج در حدی خیلی شدیدش به اندازه که انسان را زمین گیر کرده باشد و انسان هیچ حرکتی از خود نداشته باشد نرسیده باشد اما همین که یک فلجی آشکاری در وجود کسی باشد خود همین سبب می شود که شوهر عقد نکاح را فسخ کند ششمین عیب قرن هست و اون عبارت است از گوشت یا قده یا استخانی که در دهانه رحم زن به وجود می آید و سبب می شود که شوهر با این زن نتواند نزدیکی داشته باشد و یا بیماری که سبب تنفر شوهر و سبب گرفتگی او می شود این بیماری نیز می تواند عقد نکاح را فسخ کند و نکته که در اینجا قابل یادآوری است این است که یکی از عیب دیگری که البته در این مسئله اختلاف هست که آیا با وجود چنین عیبی هم عقد نکاح فسخ می شود یا نه بحث افضا هست افضا که به معنای این که از نظر پزشکی در حفره لگنی زن دو لوله در کنار هم قرار داره که یکی لوله که انتهای تخله مدفوع از اونجا صورت میگیرد دومی هم لوله که رحم را با بیرون ارتباط میدهد و اصطلاحا به اون محبل یا واژن گفته می شود بین این دو لوله یک جدار مشترکی وجود داره که در بعضی موارد امکان دارد به صورت مادرزادی سوراخ در این جدار مشترک به وجود بیاید که اصطلاحا به اون فستول گفته می شود بنابراین امکان دارد که از طریق این سوراخ مدفوع از لوله وارد محبل بشود و از در یک چنین حالتی هم اگر این افضا صورت گرفته باشد باز هم بعضی ها گفتن که این سبب فسخ نکاه می شود و بعضی از مراجع و فقه ها بیان داشتند که این به تنهایی نمی تواند سبب فسخ نکاه بشود بنابراین اونهایی هم که احتیاط می کنند بیان داشتن که باید احتیاطی در این زمینه صورت بگیرد به این معنا که اگر به خاطر این بیماری افزا بخواهد زن و شوهر از همدیگر جدا بشود تنها به خاطر این افزا جدا نشود بلکه علاوه بر این باید طلاق هم صورت بگیرد و اگر هم بخواهند زن و شوهر به خاطر این عیب عقدشان را فصل نکنند بلکه به زندگی مشترکشان ادامه بدهند در این صورت با این صورت بیان کردن که احتیاط حکم میکند که هر دو باید عقد جدیدی هم بخواند و به اون عقد قبلی اکتفا نکنند این احتیاط است که در هر صورت چی جدایی چی زندگی مشترک رو بخوان ادامه بدن حتما در صورت جدایی طلاق صورت بگیرد در صورت هم که بخوا زندگی ادامه بدهند عقد جدیدی خوانده می یک مسئله مهمی که در این زمینه قابل یادآوری است این است که درست است در فقه بسیاری از این عیب هایی که گفته شد سبب فسخ نکاه می شود اما امروزه وقتی در اثر پیشرفت علم پزشکی بیان می کنند که بسیاری از بیماری ها مثل همین بیماری برس نقص مادرزادی افضایی که مطرح شد یا اون موانعی که از نزدیکی زن و شوهر جلوگیری می کند همگی یا بسیار از اینها امروزه قابل درمان هست و اگر زن مبتلای به این بیماری هم بوده باشد و بعد از آنی که ازدواج کرده یا شوهر متوجه این عیب ها شده است زن بخواهد که این بیماری ها رو علاج کنه و کاملا از خودش این بیماری ها رو برطرف بسازه سوال مطرح می شود که آیا باز هم شوهر این حق فسخ نکاح را دارد یا نه اجازه بدهد که زن با هزینه شخصی خودش این بیماری ها را از خودش برطرف کند و به زندگی مشترکشون ادامه بدن که یکی از فتواها این است که اگر این بیماری ها به بی آسانی قابل معالجه باشد و زن با هزینه خودش اقدام به درمان این ها اقدام به درمان این بیماری ها کند در این صورت شوهر نمیتواند به خاطر این بیماری ها عقد را فسخ کند بلکه باید اجازه بدهد که زن خودش رو تداوی کند و زندگی مشترکشان را همچنان ادامه بدهد در مجموع این هفت شش هفت تا عیبی که مطرح شد سبب می شود که اگر اینها در وجود زن وجود داشته باشد شوهر عقد نکاح را فسخ کند البته با این توضیحی که در اخیر داده شد که اگر قابل درمان نباشد اما عیب های دیگر هم در شوهر وجود دارد که با دیدن این عیبه ها زن دوباره میتواند تواند اخت رو به هم بزند که انشاءالله در جلسه دیگر با آنها آشنا خواهیم شد شما رو به خدای بزرگ می سپارم و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته اللهم تفضل على الغزات بالنصر والغلبة وعلى الأسراء بالخلاص والراحة وعلى الامراء بالعدل والشفقه وعلى الرعيه بالانصاف وحسن السيره برحمتك يا ارحم الراحمين